هاشم نت درست کن. هاشم خانم صاحب من مرسی، چقدر دلم ازت تنگ شده. قربونت برم، منم همینطور. شوهر کردی دیگه، ما رو فراموش کردی. صاحب من فکر کنم از شوهر صاحب خیلی، نه آریان، از شوهر صاحب خیلی خوشت بیاد، خیلی تیپ خودت، مردونه، ریش، از این چیز. نه من دیدم چیزه، من مشکی دوست دارم، شوهر صاحب چیزه بوره، بلونده. بلونده، من بلوند دوست ندارم. هاشم سلامی هست، بفرمایید. درود، خوبین آریان عزیز و کیوان عزیز و دوست عزیزمون، مرسی که منو آوردین. چرا با لیزا میگی هاشم؟ چون توی شنو اسم مردونش هاشمه، شغلش هم بنا بوده قبلا. لیدا اسمت هاشمه واقعا؟ من نمیدونم، من خرم باور میکنم. نه خدا نکنه. من از اون کیوان آمریکا خرج میگیم باورش بشه، ولی واقعا اسمت هاشمه؟ اسمت بیشتر میخوره اسم مردونت میگی تو لایو نمیگی؟ چرا اسمم گفتم، ولی خب آریان جون میگه هاشم بیشتر بهت میگه. من اسمش انتخاب کردم چون من نسبت به شغلشون، نسبت به ظاهرشون هاشم بیشتر بهش میاد و الان همم تو لبا بهش میگن هاشم. خیلی خوبه. اسم من باقره تو شناسنامه، ایشون هم هاشمه. آره کیوان جو، ما یه لایو گذاشتیم مشترک، اومدیم اسمشو بذاریم ماجراهای هاشم و باقر. باقر بچه من از یکم سهیل و سهیمو به چالش بکشم. سهیم خوبی تو؟ ولی سهیم خیلی چالشی نیست آره، مثل خودمه، خیلی جواب نمیده. خب سهیم من دوست دارم به چالش بکشم، هر کدوم چه دوستاش جواب میدم، هر کدوم دوست نداشت بگه بعدی. سهیم ازدواج کردی؟ هنوز نگرفته. نه نگرفته، فقط با هم زندگی میکنی. با هم زندگی میکنی دیگه. دنس نمیکنی؟ خیلی کم. چرا؟ خیلی درگیرم با زندگی و بچه داری و اینجور چیزا فعلا. ولی خب عشقم میدونی که دنس هنر توه، تو نباید این هنر رو بذاری کنار، نباید زندگی تو باعث بشه که تو از کارت و هنرت چیز بشی، دور بشی. قبول دارم. و من چون رقص تو دوست دارم و هنر تو خونته، بسیار رقص زیبای عربی داری که کلن تو ذاتت، این رقص به نظر من اصلا درگیر زندگی نشو، اول هنرتو ادامه بده چون خودتی، اون هنرته که تو رو میسازه. رقصتو داشته باش، هنرتو، کارتو، زندگی و بچه داری و شوهر داری هم کنارش داشته باش. همین باش، حتما این نصیحت تو سرلوحه زندگی میکنم و انجام. واقعا چون آره رقص بسیار رقص زیبایی داری تو خونت، خیلی دوست دارم، همیشه نگاه میکنم تو پیجا رقصاتو، آهنگای خیلی قشنگم انتخاب میکنی به خاطر همین. بعد پسره آمریکاییه یا کانادایی؟ کانادایی. کانادایی. بعد فقط میدونم که تا اونجایی که شناختم خیلی سخت پسندی و خیلی هم که خیلی سخت پسندی و آدم های خیلی خاصی رو هم دوست داری. چی شد که اینو انتخاب کردی؟ یه هویی شد دیگه، نمیدونم. نه آره قیافش خوبه، یه جور رفت نستم بسید قیافش خوبه، قیافش خوبه. نه آره نه من چی شد چون که من ما داریم همون رو نگاه میکنیم، خب قیافش خوبه، شاید چون که من بورم فهم کنم. خب صاحبم خیلی خوش شد، من از نزدیک صاحبم دیدم، خیلی خوش شد. نه من خیلی قصد رابطه اینا نداشتم دیگه، با هم آشنا شدیم و دیدم رفتارش خوبه، موقعیتشون هم خوبه دیگه، من گفتم اوکی. بعد کی اول پیشنهاد داد برای دیت؟ خودش داد. بعد حضوری تو رو دیده بود یا آنلاین؟ نه ما هم دیگر آنلاین دیدیم، نمیخواستم هم که حضوری ببینمش دیگه. بعد از یه چند هفته گفتش که من حتما میخوام ببینمت دیگه، برنامه گشتیم هم دیگر دیدیم و دیگه همه چی خوب پیش رفت، ما هم بیشتر هم دیگر دیدیم دیگه، مثلا فال این لاف شد و اوکی. خب بین من و ساهم دوتا خیلی زندگی خیلی چیز متفاوتی داریم، یعنی برعکس زندگیمون. فکر کنم ساهم شناختی که دارم خیلی، من خیلی ایزی هستم تو رابطه، یعنی الان طرف پیام میده دو دقیقه دیگه در خونمه، ولی فکر کنم ساره
من الان به این پیامده 2 دقیقه دیگه مثلا هیچ نگه خودم آدرسش میدم میگم بیا، ولی سایم فکر کنم خیلی تیک تایم میبره، خیلی زمان میبره تا تراست کنه طرف و تا آشنا بشه. چجوریه این تو خونته یا اینم سیاست کاریه یا سیاست آدمیه چیه؟ نه دیگه ببین آره، خب مثلا تو وقتی که ذره ناز میکنی اینا قیمت هم میره بالاتر. آره یه ذره نونی تو سایم شیطون شدی. آره دیگه ناز کردم که یه ذره قیمت بره بالاتر، بعد که دام قیمت رفت بالا و اینا گفتن که باشه حالا خوب. خب به ما یاد بده، یعنی خب ببخشید ولی چون تو دنبال رابطه بلند مدتی، من نیستم. آیا این ترفندی که تو میزنی سه هفته طرف تو کف میذاری جوابشو نمیدی یا بعد 3 هفته میبینی، برای منم ورک داره؟ یعنی is work for me، برای منم کار میکنه، برای منی که فقط برای fucking go میخوام؟ نه اونجوری کار نمیکنه، اونجوری کنی میپره طرف. میپره. آره چون من که تو رابطه نمیخوام برم، چون شوهر دارم، ولی دوست دارم فقط بیاد برای فان و هوکاپ کنیم و یک ساعتی با هم باشیم و بریم، ولی چون تو دنبال رابطه بلند مدتی. و خود نظر در مورد رابطه های کوتاه چیه؟ بی نظیر، عالی. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه سردرد نداره. سردرد نداره. اوکی. بعد میگی بچه داری؟ مگه ایشون بچه دارن یا همون سگ و اینا رو میگی؟ بچه داره دیگه، بچه منم شد دیگه. دختر یا پسر؟ چند سالشه؟ چند وقت پیش شد 5 سالش. 5 سالش شد. برای مادر شدن آمادگی داری؟ من خیلی همیشه دوست داشتم که اتفاقا مادر بشم. تو تصمیماتم بود که حتما یه دونه بچه اداپت بکنم، بعد دیگه این موقعیت اینجوری شد، دیدم که همه چی آماده داره میاد در میزنه، گفتم چرا که نه دیگه. من گفتم اوکی، بچه‌شم خیلی پسر خوبیه. پسر خوبیه. اون چی الان به عادت کرده مثلا میگه مام یا نه انوز مثلا؟ آره خیلی عادت کرده، گهگوده من مامان صدا میکنه و خب بیشتر وقتا اسمم رو صدا میکنه. خودت چی؟ تو دوست داری مادر بشی؟ آره خیلی. خیلی دوست داری، ولی دوست نداری بچه خودتو داشته باشی؟ خب بچه خودم چجوری داشته باشم؟ خب نه مثلا اینکه خب بچه خودتو راست میگی چجوری داشته باشی؟ چجوری داشته باشی؟ نه مثلا اینکه مثلا یه بچه خیلی کوچیک بیاری، حالا اینکه 5 سالشه دیگه. من وقتی باهاش آشنا شدم 4 سالش بود دیگه، بعد خیلی مثلا بزرگ نبود، ولی در نهایت بچه بعدی هم که بخوام اداپت بکنم بچه نوزاد نمیتونم بیارم چون خیلی سخته. اگه بچه بعدی هم بخوام اداپت بکنم معمولا 1-2 ساله اداپت میکنم که دیگه راحت ترم باشه. خیلی خوبه. من که کودکیت خوب بوده؟ کودکی خوبی داشتی؟ کودکی بستگی، نمیدونم خوبه به چی میگی، ولی دیگه من چلنج ها و مشکل خودم رو داشتم دیگه. آخه چون من از تو میدونی که من از بچه بدم میاد، چون کودکی خود بدی داشتم. کیوان همجوری گفت من چون از 7 سالگی به هم تجاوز شد تا الان، به خاطر همین هیچ وقت نتونستم بچه بودن خودم و لذت ببرم از بچه بودن خودم، همیشه تحت تحقیر شدم، آزار دیدم اینا، به خاطر همین از بچه بدم میاد، چون خودم کودکی نکردم و فکر میکنم هیچ وقت نمیتونم مادر یا پدر خوبی برای بچه هم باشم. به خاطر همین هیچ وقت دوست ندارم نه پدر بشم نه مادر بشم، و از هر بچه ایم که کنارم باشه دوست ندارم، زود فاصله میگیرم از اون محیط، چون یاد خودم میافتم و چقدر اذیت شدم. حالا مادرم نشی زن بابا میشی؟ اون من خونجوری زن بابا بودن زن بابا بعد ایشون کانادایی هستن، با کانادایی بیشتر راحت تر یه با ایرانی؟ ببین نمیدونم، من خیلی به این موضوع خیلی دقت نکردم که مثلا بگم با چه مثلا نیشن راحت هم، چون مثلا با مثلا اکسم ایرانی، اکس ایرانی داشتم، اکس آسیایی داشتم، الانم که مثلا پارتنرم کانادایی. خیلی نمیدونم، خیلی روی این موضوع نفهم از لنگ از این که مثلا
احترام بذاره بهت بس دیگه، دوست داشتن برایش دیگه. یکی اخلاق خوبت؟ یکی از اخلاق خوبم؟ نه اخلاق خوب چی بگم؟ یه دونه که خیلی کامن هست. ایوان تو بگو اخلاق خوب از من چی دیدی؟ اصلا دیدی اخلاق خوب؟ نه خودت باید بگیم اصلا یه خصوصیت خوب تو بگو. نمیدونم، آدم ها رو خیلی زود میبخشم. میبخشی. بعدت؟ اخلاق بدم اینه که نمیدونم خیلی مثلا نه اخلاق بدم چی بگم؟ یه دونه که خیلی بده. خیلی بده؟ خیلی پول خرج. خیلی پول خرج میکنی. اگه داشته باشم خرج میکنم. اوکی. چیز هواشناس بودن آیان جان؟ جان؟ همسرتون بودن؟ آن نه، پیام اومده که هواشناسی الان هوا وندیه به خاطر اون. بعد که اینطور پس خیلی پول خرج میکنی. نه اینا که بد نیست، مثلا منی که از اخلاق بدم اینه که خیلی انتظار دارم و دوست دارم تو بد همیشه مثلا دوستام نازمو بکشن، همیشه حرف من باشه، تو همجوری که تو زندگی مشترکم مثلا با شوهرم اینجوریم و هیچ وقت دوست، خیلی لجبازم، کوتاه اصلا نمیام، منطق اصلا ندارم و همه چی خودم، اصلا هیچ درکی ندارم. حالا مثلا میگم مثلا نمیمدی بالا، میگم وای چرا صاحب نیومده بالا، اصلا درکم زیروه. مثلا دوستان حتما باید به من زنگ بزنن، حتما بیرون میرم همش حرف من باشه، همه توجه باید طرف من باشه، سه نفر با دوستان بریم بیرون یکی به یکی دیگه توجه کنه، من برمیگردم خونه. اینه، این خیلی بده. و یک اخلاق خیلی که خوبی دارم فکر کنم مثل تو دیگه، سری میبخشم. خب آیان اگه این اخلاق بده، همه اینا رو من دارم، من نمیدونستم فقط بده. نه اینا خیلی بده، چون خب خیلی به من ضربه زده. من اینا اخلاقای بده منه، مثلا همیشه بی منطقم، درک اصلا ندارم، دوستم مریض باشه میگم باید به من زنگ بزنی صحبت کنی، نمیتونه جواب بده اعصابم خوب میشه، چرا جواب نده، همیشه باید باشه، بیرون میرم باید به من توجه بشه، همش باید من قابل توجه باشم، با دوستیم بریم بیرون یکی به یکی دوستم توجه کنه من آتیش میگیرم، من حسودی میکنم برمیگردم دیگه اون شب برام خراب میشه. همینه دیگه، خودخواه سلفیش. آره شبیه ببخشید سان جان، وقت خوابشو شده، بعد خوابشونم نیم ساعت اگه هستین برمیگردم، ولی میتونم با شما هستیم دوباره میام. باشه 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 باشه. خب حالا منو صاحب میکنم به چالش میفتیم، یه دونه تو یه دونه من بالا تو شروع کن. لایوهای تو البته من میدونم دیگه چجوریه دیگه، حالا نمیدونم چجوری بچه همون سال هرچی دوست داری، ما میتونیم، ما با هر کسی رو مثل خودش رفتار میکنیم، تو اگه دوست داشته باشی آزاد تو بد میکنیم، اگه نم بسته صحبت میکنیم، هیچ فرق نمی کنیم. نه من میخوام لایوهای تو همون شکلی بمونه، سب کسی بگو ازم. خب آیم میخوام بدونم که آخرین دفعه که یک مرد به زبون درزی کرد یه تو دهنی خوب ازت خورده کی بوده؟ تو دهنی خوب، آخرین باری که تو دهنی خوب من خوردیم بود که دو روز پیش بود. بعد من خونمون طوریه که یعنی در خونه رو باز میکنم بیرون کل ساختمون دیده میشه، رو خونه ها رو به رو همه، مثل چجوری بهت بگم، مثل راهروی هتله، بعد یه خیلی کوچیکه، مثلا دروا میشه اینجوری این مسیر میره تا پایین که بعد پله بخوره بره بیرون. بعد طرف اومده بود یک ماه هم تو کفش بودم، بعد اومد دم در رو باز کردم و اینا دیگه. خب اینجا الان افکت دارم، جو افکت نداشتم، آرایش هم نداشتم، یکم افسردم بودم. آقا تا در رو باز کردم گفت ببخش اشتباه اومدم، گفتم ازم اشتباه نمیدی خودم هم بفهمه تو، گفت نه ازم اشتباه اومدم، نه دیگه دیدم رفت، منم عصبی شدم دیگه، یه گلدون در خونه بودم پرت کردم خورد به کمرش، فرار کرد دیگه اصلا بودم. بفرش
من بپرسم با دوست پسرت حالا که این شوهرته میخواین عروسی کنین؟ ببینم اگه بگیرم اوکی بگیره حرفشو چه؟ دیگه حالا ببینم چیکار میکنم. اوکی یه لحظه. بعد اینکه تو خودت چی دوست داری؟ دوست داری که مثلا ازدواج کنید حالا که تو کانادایی، تو هم بازم هنوز دوست داری مثل سنت های ایرانی باشه که حتما اسمتون تو شناسنامه باشه؟ وای آره بابا، من خیلی اونجوری قدیمی طورم، عروسی بگیری و بچه داشته باشی و قشنگ اون شکلی هم من. این شکلی باشیم. بعد ببخش من این سوالو میکنم سایم جان، مثلا خب خیلی از ترنس های عزیز حتی که مثلا وقتی که یک سینم میذارن دوست ندارن مثلا طرف دیگه اونو به اسم پسرونش صدا بزنن یا اصلا بگن تو پسر بودی اینا، تو چطور شخصیتت؟ نه من حتی اسمم عوض نکردم، من همین اسمی که الان دارم همون اسم قدیممه و اینکه اصلا قایم نمیکنم ترنس بودم. ترنس بودن تو قایم نمی کنی؟ یعنی منظور این که مثلا تو گفتی به مثلا چیز به دوست پسرت که مثلا من پسر بودم دختر شدم؟ من اصلا همون توی اون اپلیکیشنی که عضو بودم همونجا نوشته بودم، به خاطر اینکه دوست ندارم کسی وقتم رو بخواد هدر بده یا یعنی اینکه بخوام مورد تهاجم قرار بگیرم، یعنی همیشه اوتم که کسایی که میان سمتم بدونن و کسایی که میان ریسپکت بکنن منو و آدمایی مثل من که اینجوری دارم میبینم من تو خیلی شبیه همین رفتارامون، چون آره چون من تو اپلیکیشن هایی که هستم و خب من تو اپلیکیشن های مشترک استفاده میکنیم و اینکه من مینویسم که من چیز هستم، مثلا من ترنس هستم، بعد پیام میدن چون الان گفتی من نمیخوام وقتم رو بگیرم، منم مثل تو هم. من حوصله توضیح ندارم که بهشون اونجا بنویسم ببخشید من زنم بعد بیام بعد یک ماه صحبت کنم بگم من ترنسم، نه از اولی که تو پروفایلم میسم من ترنسم بعدم میسم میگن اوکی ما اوکی این باش با ترنس مشکلی نداریم، خیلی هم راحت آدرس میدم میام پولشون رو میدم میکنم میرم. خیلی خوبه اینجوری دیگه، وقتت هم هدر نمیره. و نه میگم چون الان که دارم با صحبت میکنم اینم خیلی من تو چیزای مشترک زیادی داریم. بعد چقدر جالب. خب ولی بهشون میگه که من ترنسی هستم که عمل کرد. نه نمی نویسم که عمل کردم یا عمل نکردم، چون برای کسی که میخواد منو ببینه نباید براش مهم باشه، ولی اگه انتخابش بکنم که بخوام مثلا بیشتر از یه بار ببینمش، مثلا دفعه دوم سوم اگه ببینم داره قضیه جدی میشه بهش اینو میگم که مثلا خب حالا مثلا برای تو فرق میکنه که من عمل کرده باشم یا نه، اگه بگه آره که میگم خب چجوری فرق میکنه، اگه مثلا براش مهم باشه که عمل نکرده باشم، چون خیلی از پسر رو دوست دارن که با ترنسی باشن که عمل نکردم، بهش میگم که خب پس من عمل کردم کیس هم نیستیم و خدافظ این حرفا، ولی اگه بگه که برام خیلی مهمه که عمل کرده باشه طرف، بازم باهاش ادامه نمیدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسایی که حرفو میزنن خب باز با خود این موضوع ترنس بودن یه ذره مشکل دارن، ولی خب پارتنر من گفتش که برای من اصلا مهم نیست، مهم شخصیت و رفتارته و اینه که به همدیگر دوست داشته باشیم، و اگه من تا حالا مثلا با کسی که عمل نکرده نبودم نمیدونم چجوری باید باهاش رفتار بکنم، به هم یاد بده. و بهش گفتم که خب خوبه این حرفو که زدی، ولی خب نیازی نیست چیز جدید رو یاد بگیری چون من خب یه خیلی چیز جالبی گفتی سایم جان، گفتی که خیلی مرده دوست دارم با ترنسایی باشن که عمل نکردن، چرا؟ خب خیلی دلایل مختلف داره دیگه، بعضی خیلی خیلی بیشترش مخصوصا توی غرب که آدم میبینه خیلی فتیشه، یعنی جزء فتیش شده که یه خوب. رابطه یا بخوان تجربه بکنن، بعد همون خیلی خیلی فتیش میشه دیگه، چون بحثش بحث جنسی میشه، وگرنه جنسی من چه فرق میکنه که من عمل کرده باشم عمل نکرده باشم، صبح تا شب میخواد مثلا با صحبت من با طرز برخورد من زندگی بکنه دیگه، بقیهش به رخت خواب برمیگرده. خب امینه، بعد اینکه اگه دوست داری بگو چی شد که تصمیم گرفتی عمل کنی؟ خیلی قضیهش طولانیه، خیلی خلاصه. آره ولی خلاصه بخوام بگم اینه که خودم رو اینجوری بیشتر میپذیرم، یعنی مثلا آینه که خودم میبینم خودم اینجوری بیشتر دوست دارم.
دارم. خب تو میدونی که من خب خیلی بیهانه هانس هستم، همیشه تو زندگیم دروغ نگفتم و تو آدم شناسی با یکی صحبت کنی میفهمی که طرف داره راستشو میگه. من میدونی که من سینه گذاشتم، من تنها دلیلی که من قبل از که سینه داشته باشم صاحب جان بدنم خودم رو دوست داشتم، هیچ مشکلی نداشتم، ولی به خاطر اینکه به هم میگفتن که سینه بذاری مشتریات بیشتر میشه، طرفدارات بیشتر میشن، رابطه های بهتری میتونی بذاری، این کارو کردم. آیا تو هم با من این مشترکه یا نه جریان تو فرق میکنه؟ نه اینکه مشتری بگیری، نه با اینکه کیس های آپشن های بهتری داشته باش. خیلی تاثیر داره، یعنی زندگیت خب خیلی راحت تر میشه به خاطر اینکه توی جامعه راحت تر قبول میشی. خب اینو نمیشه گفتم. و بیزینس رو که داری میگی من درک میکنم، بخاطر اینکه تو مثلا سکس ورک میکنی، از جسمت مایه میذاری. منم خب بیلی دنسرم، خب منم از جسمم یه جورایی دارم مایه میذارم. خب عمل جراحی سینه من خب خیلی روی اون لباسی که میپوشم خیلی تاثیر بهتری میذاشت. و اینکه من اکثر عملی که کردم به خاطر خودم انجام دادم، به خاطر کسی انجام ندادم. یعنی که خودم لباس تو تنم بهتر قرار بگیره، خودم تو آینه میبینم بیشتر دوست داشته باشم. وگرنه دیگه آریان تو میدونی دیگه، کسی اگه که خوب باشه، پسر باشه براش هست، ترنس باشه براش هست، چه قبل عمل چه بعد عمل، یعنی هر جوری باشی برای تو کیس هسته، کیساش رو هست داره. آره بعد ببینی خودت چی دوست داری تو زندگیت. یه سوالی که خیلی میشناسمت و خیلی همیشه دیدم، عاشق موی کوتاه هستی؟ همین الان موامو کوتاه کردم، چون موام تا اینجا هم رسیده بود، همین الان کوتاه کردم، از همون اومدم داری میبینید دیگه، سرم کشیدم. و خیلی رنگ میذاری؟ رنگ هم خیلی دوست داری؟ آره خیلی دوستم. و یکی چیزی مشترک بین ما هست، دوتاییمون موی کوتاه دوست داریم، و یه چیزی مشترک هست که بینمون به من و تو پینک خیلی میاد. چرا؟ چون پوستمون روشنه. خیلی پوست مون روشنه. من یه عکس تو دیدم که با موهای پینک هستی، صورتی خیلی قشنگه، مشکی هم خیلی بهت میاد، ولی با پینک دیگه خیلی شیطون و جگر میشی. هم اتفاقا رنگم بکنم موهامو، دیگه خسته بودم حوصله نداشتم رنگ نکردم، میخواستم اتفاقا صورتی هم بکنم صورتی قبل لایوت. خیلی عالی، بکن بهت میاد. تا حالا موی بلندم تجربه داشتی؟ موهای بلندم همه ویگه دیگه، ولی موهای خودم خیلی بلند نذاشتم بشه هیچ وقت. چرا؟ من موی بلند رو برای روی صحنه دوست دارم، روی استیج دوست دارم، ولی تو روزمره زندگی خودم موی کوتاه بیشتر به شخصیتم میاد. به نظر تو موهاتو کوتاه میکنی بیبی تر باشی؟ صورتو خیلی جوان تر میکنه، ولی شخصیت هم یه ذره، شخصیت مثلا تو روزمره زن شیطون و مثلا اونجوری که مثلا حرف خودش باشه و مثلا قد و اینا، خاطر همین موی بلند لوند واسه 24 ساعته خیلی روم نمیشه. اگر روم نمیشه اونم که همیشه بادا میبندم ماما. بعد میگن که خب مردها خیلی موی بلند دوست دارن، به نظر تو درسته؟ نه، مردها هم موی بلند دوست دارم، هم موی کوتاه دوست دارم. خانم مثلا برای یه کسی مثل که من یا شما، حالا که شما یه خانوم شدیم، مثلا منی که هنوز عمل نکردم، خب چون وقتی که یکی عمل میکنه فکر کنم خیلی نزدیکتر میشه به دختر بودن، از نظر صورتش و پوستش و بدنش و اینا همه بیشتر زنونه تر میشه تا اینکه مثلا هنوز ما چیزا داشته باشیم. اصلا خودش آره. بپرسم. My friend is having a question. My friend Aryan. My partner. Hi. How are you? She's asking, like, usually, like, men are liking women with long hair. Is that correct? Or I like women with anything. Thank you. آره میگه که هر سایز موی خوبه دیگه. Where are you going? To pick up baby. Oh, okay. I think it really depends on the style. آه میگه که به استایلش بستگی داره و اینکه به صورتش بیاد دیگه. Because like really short hair looked amazing on you, right? میگه که موی کوتاه خیلی به تو میاد به خاطر این. آره منم میگم بهت میاد اینجوری. ولی چقدر تو موهای بلند تا چقدر بوده؟ تا اینجا. تا اینجا. آره. خیلی هم عالی. بعد
تو بپرس حالا. من با بچه ها یه دقیقه صحبت کن، من کامنت ها رو باز میکنم، یه دو دقیقه با بچه ها صحبت کن، من یه شراب بیارم میام. باش، فکرم شربت هم دیگه دم کشیده. آره دم کشیده. همین اخلاق تو که میذاری الکل شرابت بره که حلال. ببین آریان، اون دوستم گفتم عاشقته. آره آره خب ببین حلاکته ها، دارم بهت میگم. پسر یا دختر؟ بعد فرستادم به جشو پسره. پسرم که بعد دارم بهت میگم پسر معمولی نیست دا. یعنی خیلی آدم حسابیه. مثلا چیه؟ مثلا استریته؟ استریته دیگه. آره یعنی منظوری که فن منه برای رابطه یا نه به خاطر فان؟ ببین اصلا نمیدونم، میگه من عاشق آریانم، یعنی همیشه لایواتو مثلا میز لایف میذاری براش میفرستم، میگه دارم نگاه میکنم و اینا. بعد خیلی دوست. ولی از سکشو میدونی دوست داره بکنه یا نه؟ نپرسیدم اونو ازش، حالا بعدا خودت دلت خواست بهش پیام بده. آخه چون که من که لایو میذارم همه منو تحریک میکنم، مارمولک زش این دیگه، من نمیدونم خود دیگه از اون پسره بیه تو لایو من این کامنت ها رو ببینه فرار میکنه دیگه. نه لایوات هم نگاه. میدونی که سوپر مدل هم هستش اینجا. آره دیگه من اینقدر این دوستای ما اینقدر لطف دارم از اول لایو میذارم که دیگه خر تو رو میکنه، گاف تو رو میکنه، لاغر مردنی نمیدونم چی ازدار تو توهین که به من میکنن، اون طرف بیاد این کامنت رو ببینه میگه شاید اشتباه اومدم. راست میگه. حالا بعدا باش میری تو رابطه، فکشو میفته زمین که با کی تو رابطه ای. خب تو بپرس. خب. تو چیزی نداری بخوریم؟ شرابی نیستی تو اینگاه؟ حالا من فردا عمل دارم، اصلا مشروب و اینجور چیزا نمیتونم. اینم من دارم چیز میکنم، یعنی زیاده روی میکنم، اینو میکشم. ولی چه عملی اگه داری بگو؟ سلامتی. یه عمل کوچیک تو شکمم یه چیز بعد در بیاد. زیبایی نیست. نه زیبایی نیستش. آره بپرس. یه سوال دارم، میخوام بدونم اون آدمه که گلدون خورد تو کمرش، بله پول کنسلی داد یا نداد؟ نه خب من چون چیزم، من مشتریام چیز میدن بهم، کش میدن. پولتو ازش نگرفتی؟ نه اصلا میگم وقت نشد، وقتی اومد در رو باز کردم گفت ساری من اشتباه اومدم، گفتم نه خودمم، گفت نه اشتباه اومدم. بعد دیگه دیدم که نه، میخواستم بکشمش داخل خونه به زود، گفتم بیا، میخواستم بکشمش، دیگه فرار کرد که منم با گلدون دم در رو زدم به کمرش و بیشتر فرار کرد. آخه محیط خونم هم اینقدر ترسناکه، هر کی میاد فرار میکنه. یه بعد پیش پرداخت بگیر. من الان دیگه اینجوری پیش میره، بعد یه کار بکنم طرف دیگه بگه ولش کن، که مجبورم پولش رو دادم، اگه ندم دیگه پولم میره، بیاد دیگه. من خودم میرم میرخصم، همیشه نصفش رو پیش میگیرم، بعد همون موقعی که شروع کنم بقیهش هم همون لحظه میگیرم. چه جذابم. خیلی عمالی سرکنی اجان. خوبی؟ خب بگو بپرس. آره این از این. حالا تو بگو اگه قرار باشه که یه نفر برای رابطه انتخاب بکنی معیارت چیه؟ من سایم جان خیلی دوستت دارم، به خاطر همین جدی اینو میگم. من تنها چیزی که تو رابطه برام مهمه، نه قیافه برام مهمه، نه بدنش مهمه، فقط شخصیتش باید برده من باشه. برده باشه، نه قیافه برام مهمه، نه سکس برام مهمه، فقط بردم باشه. و اینکه هر چی میگم گوش کنه، ازم بترسه و بلرزه تنش، یعنی وقتی منو میبینه بشاشه رو خودش. اینجوری میخوام من، اینجوری شوهری میخوام. همین الانم به شوهرم زنگ میزنم صبح، چون من هر روز صبح شوهرمو بیدار میکنم بره سر کار، شب ساعت 4 صبح میخوام به 6 بعد بیدار شه، به گوشی زنگ میزنم صدای منو میبینه لباس تنشه، میگه آریان من انقدر که از تو میترسم تا حالا از بابا و مادرم هیچ کسی تو دنیا نترسیدم. خب چون میدونه خوبشو میخوام، میدونی به خاطر اون. و آره اینجوری خیلی خوبه، چون تو دایرکت من خیلی دیدم مسیج میدن که مثلا برده، مثلا برده میخوان بشن و اینا. من خیلی تایپم برده نیست، اونا رو پس برای تو میفرستم. من تایپم برده داریه و اینکه آره اینجوریه. و من اعتقاداتم اینه که مرد نباید تو خونه باشه، زن جاش تو خونه است. یعنی من باید تو خونه باشم، مرد
باید بیرون از خونه باشه. بهش گفتم که هفته یک بار یک روز میتونی تو خونه باشی، سیل اومد، زلزله اومد، کارت خراب شد، بیزنستون پلم شد، هر چی که شد 6 صبح از خونه میزنی بیرون، 8 شب میای. خب خیلی اینجوریه. مرد، من تو مرد تو خونه اجازه نمیدم بشینه، جای زن تو خونه است. ببخشید من خواهر خوانده ها میاد، من اینجا صبح صلوات دارم، نظر و نیاز دارم، من اینجا زنا بیان میگن شوهرت تو خونه است میخواد چش داره رو ما، نزم من اجازه نمیدم. شوهر جاش بیرونه، تو خونه نیست جاش. خب اوکی اینجوریه پس اینطوری. اوکی فهمیدم. اینا آشپزی پاکیه با همون مرده است یا خودت آشپزی میکنی؟ آشپزی با منه، چون من اعتقاد دارم که خب اولا که مردا اصلا دستپختشون ریده، من اصلا بهترین آشپز مردم بیاری از دستش غذا نمیخورم بره گمشن. من آشپزی خودم رو قبول دارم، چون بهترین غذاها رو درست میکنم. اون میتونه ظرفا رو بشوره و موادی که نیاز دارم رو برام بذاره کنار، ولی اینکه مردی بیاد برای من غذا درست کنه اصلا 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 مرد رو قبول ندارم. زن باید غذا درست کنه، زن دستش نمک داره، مرد دستش نمک نداره. چندشای ذلیل مرده ها. اوکی. بعد میتونم سوال یه ذره خصوصی تام بپرسم؟ Of course you do. خب ببین، با این رفتاری که ازت میبینم میخوام بدونم که با دوست پسرت یا با همسرت که رابطه برقرار میکنی رابطه تو با اون خشنه یا مثلا مهربونه؟ من با شوهرم لذت نمیبرم، تو سیکس بهش هم گفتم تو تایپ من نیستی. من به خاطر که دوست، آره آره بهش گفتم تو تایپ من نیستی، چون اخلاقتو دوست دارم. گفته بازم با اینم مشکل ندارم، گفته فقط بذار بغلت کنم یا لاپایی میزنم. چون من با کسی که کیسم نباشه نمیتونم رابطه بذارم، اونم شوهرم باشه. ولی ما دو تا اتاق جدا داریم، یعنی من تو میشینیم نهار میخوریم، شام میخوریم، رابطمونو داریم، لاپایی رو میزنه، ولی هر کس تو اتاق خودش میخوابه. نه اصلا شوهرم نباشه، مشتری باشه، من نمیتونم شب کنار کسی باشم. حتی که رفته بودم ترکیه خونه پسر خالم، ما جدا میخوابیدیم. درستش هم همینه، اصلا من بعد ازت یاد بگیرم همین رفتارو. آره من جدا میخوابیدم، من رسیدم خونه پسر خالم ترکیه، من رو زمین میخوابیدم ولی تو تخت باش نمیخوابیدم، چون من اصلا عادتمه، من یکی کنارم باشه خوابم نمیبره، باید تنها باشم. اوکی. بعد یه سوال دیگه، با همین همسرت که تایپت نیست رابطه برقرار میکنی ازم پول میگیری یا نه؟ خب شوهرم که کل خرج زندگی رو میده دیگه، همون دیگه. ولی مثلا جز تو برای سکس پول نمیگیرم، ولی خب کرایه خونه رو میده و بیمه های ماشین و بیمه های بیزنسمون و اینا، اینشورنس ها اینا رو. اوکی متفاجئ شدم. برای این ولنتاین آخری کادو چی گرفتی؟ من برام یک زمین داشتن توی چیز، توی کرج به اسمم زد. خوبه. یعنی یه زمین که نه، یه باغ یک هکتار میگن چی میگن، از اونا داشتن به نامم زدن. الان تو جایگاه خوبی نیست، تو پردیس کرجه، ولی خب شاید تا 100 سال آینده یکم موقعیتش بهتر بشه. اینا به اسمم زد، ولی سندش هم برام آورد. ولی خب من به این چیزا نیاز ندارم، من خیلی اصرار کردم، گفتم نه، گفت میخوام عشقمو بهت ثابت کنم، گفتم باشه. بعد من الان فعلا کمین نمیدونم زیر این کاناپه انداختم کجا انداختم سندشو. اوکی. فردا مردا با آشغالا میره بیرون. نظرت راجع به چند همسری چیه؟ چند همسری خانوما؟ به نظر من موافق نیستم. به نظر من از اونجایی که میگم زن حرمت، یعنی یک زن در همزمان با سه تا مرد باشه، آره؟ نه من چیز دارم، من اعتقاد ندارم. به نظر من چون زن خیلی موجود پاکیه، زن حرمت داره، زن مادر میشه، به خاطر اون زن مال یک نفره، اون مرده که یعنی هر جایی میکشه پایین و براش چی مهم نیست. ولی زن خیلی برای من خط قرمز زندگی من زنه.
متوجه خط زن. من چون من میگم من پسرم، ببخشید سانجا، من میگم من پسرم، لاپام کیرخایه دارم، من آزادم، یه پسرم، هر حرفی میزنم، کون میدم، هر کاری میکنم، ولی اگر من یک زن بودم این کارا رو نمیکردم چون من یه پسرم. ولی اگر بعد تو لایوام هم اجازه نمیدم کسی این کارا رو بکنه، من زن تو لایوام نمیارم بالا، فقط پسر میارم، ترنس، گی میارم، چون ما دنیامون فرق میکنه، آزادتریم، فیلتری نداریم. ولی یک زن نه، زن مادر منه، زن خواهر منه، حرمت منه، به خاطر همین نه، زن لیاقت اینو داره که با یه مرد خوب باشه. ولی این مردای احمقن، دور از جون برادر و پدر و شوهر عزیزت، مردای چندشن که خرم میبینن میکشن پایین میندازن توش. متوجه شدم. دوست داشتی که پریود بشی؟ دوست داشتم پریود بشم با این چیزی که تجربه که خانوما میگن که خیلی درد داره، عصبی میشه، نه، ولی من از یه جای دیگه پریود میشم. من دو روز یعنی مشتری نداشته باشم پریودم، عصبی از صد پریودی بدترم. یعنی هیچی، دیوونه میشم، میپرم به شوهرم، به دوستام میپرم، عصبی میشم، ظرف میشکنم. این فکر کنم از پریود بدتره. آره دیگه، پریودی چیه؟ پریودی همینه دیگه مادر. آره عصبی میشم. حالا تو هر چی سوال میپرسی میگی بذار بعد فکر کنم لایو های من مناسب تو نباشه، فردا میبینی رابطه تم با شوهرت به هم خورد. آخه میکنم تو زن زندگی با این چیزایی که من میگم، فردا میگی آریان چه غلطی کردم اومدم، زندگیم به هم خورد. فالارات صداشون در اومده، میگه سوهم چقدر تو یخی، من چی کردم از سوال چی بخورد؟ نه برای سوهم مثلا یخ نیست، خودشه، شیرینه، همین که هست، عدو در نمیاره، همین شخصیتی که هست، من میشنازمش همینه، هیچ وقت ادا در نیورده که بخواد یخ باشه یا اینجوری، نه همین بوده. بپرس. نمیدونم، سوالی فعلا ندارم، اگر بخواد کنیم بکنم میپرسم. تو چطوری مثلا توی رابطه چجوری هستی؟ مثلا برای خودت حق حقوقی تعیین کردی یا نه آزادی، فقط تو خونش زندگی میکنی، هیچ چیزی ازش نمیخوای؟ والا من که میدونی دوتا شغل دارم، یه دونه فول تایم دارم، یه دونه پارت تایم دارم، همش سر کارم. اون روزایی هم که مثلا فریم و با خودش و با بچه‌م، یعنی خیلی زندگی خیلی شلوغه، به خاطر همین خیلی تایم آزاد ندارم که بخوام مثلا راجع به اینجور چیزا بخوام ساعت کنم. ولی خب خودش کاره مثلا در حدی که مثلا فکر بکنه همیشه انجام میده، تو خونه کمک میکنه، خرجی باشه انجام میده، یعنی اونجوری تا حالا نشده که بخوام راجع به چیزی صحبت بکنیم. و خوبیش اینه که چون من درآمد خودمو دارم، اونم درآمد خودشو داره، یعنی اصلا خیلی از نظر مالی به هم دیگه نیازی نداریم، هر کی هر کاری دارش بخواد بر خودش انجام میده. خب پس تو برات مادیات مهم نیست تو زندگی؟ چرا مهمه؟ من مثلا با کسی که دستش به دهنش نرسه خیلی نمیتونم حرفشو بفهمم. خب منظوری که خب الان از این چی میرسه به تو؟ از این چی میرسه به من؟ من با این پارتنرم به خاطر این هستم که خیلی بهم احترام میذارم. خب احترامی که اصلا اون جدا، پول میخوای یا نه؟ پول ازش نخواستم تا حالا. خب پول نخواستی غیر مستقیم؟ یعنی چی؟ یعنی منظور این که خب تو میگی من از کسی خوشم میاد که دستش به دهنش برسه، یعنی خب یعنی چی؟ مثلا فقط پولدار باشه ولی به تو هیچی نده؟ خب نده که میده دیگه، بر من بالاخره خرج مرج میکنه، مثلا کادو اینا مثلا میگیره، ولی مثلا چه پولی بده؟ مثلا بهش بگم که مثلا به من انقدر پول بده. خب چه کادوی مثلا؟ خب در چقدر ما در سال مناسبت داریم؟ خیلی. خب چقدر مثلا در ماه چقدر برات هزینه میکنه؟ هزینه خاصی در ماه برای من نمیکنم، هزینه‌ام با خودم من. خب پس چجوری دیگه پول به تو میده دیگه؟ تو میگی بعضی موقع یه کادو بهم نمیده، کادو میده دیگه، مثلا درش بخواه کادوی چیزی بهم میده. خب پس مهم نیست اینا برات، پول اینا؟ نه مهمه، مثلا من اگه مثلا فردا یه روز بگم که مثلا بیا خونه رو عوض کنیم، مثلا بریم یه خونه دیگه، خب اون بعد بتونه یه خونه دیگه بخره. خب مثلا من میگم که مثلا من الان تو رابطه ای که هستم، من خب شما کانادایی، بعد مثلا براش مهریه ای
اینای شیربهایی قبل از ازدواج عقد اینا هیچی تعیین نکردی؟ نه باید بکنم آخه چون حالا من میخوام کمکت کنم خواهرتم مثلا من بکنم داره یاد بده ببینم آخه من چون مهریم 300 میلیونه 300 میلیون باید بده اول بهم یعنی 300 میلیون رو بهم داده و جز اون و امضا کردیم توی قرارداد زندگیمون هر وقت که طلاق حق طلاق با منه یعنی من هیچ مشکلی ندارم فردا نمیخوام با این آقا باشم طلاق میگیرم و اگر ایشون بخواد طلاق بگیره باید یک خونه 50 متری توی مرکز شهر به اسم من بزنه بعد طلاقشو میدم ممنوع خروجش میکنم پاسشو ازش میگیرم اینا همه رو امضا زده اینجا فکر نکنم این کارو بشه کرد نه چرا نمیشه همه جای دنیا میشه کرد همه جای دنیا تو میتونی بری محضر و قرارداد ازدواج ببندی من قرارداد این بوده 300 میلیون شیر مهریم بوده شیربهام که اول بده قبل از اینکه محرم بشیم وقتی که محرم شدیم حق طلاق با منه من طلاق میگیرم چرا چون ببخشید بیاد از من سوء استفاده کنه من خب خود میدونید دارم چی میگم دیگه از من سوء استفاده کنه بیاد یک کشور خوب بعد ببخشه فردا بره بگه من میخوام برم ببخشه میخوام برم زن بگیرم احساسات من چی میشه این همه زحمتی کشیدم چی میشه خب من شیربها به انگلیسی چی میشه به چجوری بهش بگم شیربها به من بده حالا که دیگه تو دیگه یک سال تو رابطه تموم شده رابطه بعدی تو دیگه از اول خوب شروع کن نظیر اگه اینو دیگه چیز شد حالا بعد زرنگ باشی مثلا ببین الان تو خونه این طرفی تو که خودت باهوشی فردا اومدی بر anyway اصلا تو خواستی بری یه جایی بعد یه پولی داشته باشی بری یه خونه ای بگیری زندگی تو از صفر شروع نکنی من خونه خودم هنوز هست ولی خب اینجا دارم زندگی میکنم خونه خودم رو دارم من اون وقت براخره باید همون پول کرای خونه تو ماهیانه در بیاری ضرر نکنی بالاخره تو یک زنی تو چرا مادرم که ببخشید وقتی که به بچه‌ش شیر میده میگه وقتی پیر شدم بعد جمعم کنی بعد ببری منو حموم سالمند خونه سالمندان نبری تو باید زرنگ باشی تو الان داری با این زندگی میکنی بچه‌ش هم نگه میدارید ببخش اینجوری میگم دیگه چه مردی مرد دیگه چی میخواد بهتر از این وقتی داری برای بچه‌ش مادری میکنی خب الان من بعد ازش چی بگیرم که مثلا منظوری که مثلا من نمیگم که ازش یه جوری رفتار کنم مثلا میگم که خود من چی جوری بگم حالا خب تو یک چون از اول شروع نکردی یه دفعه الان بگی من پول میخوام دیگه فردا میگه طولای بین نرو میدونی میگه الان پرش کرد این زن منو هوایی کرد ولی مثلا با سیاست مثلا ازش مثلا چیز بگیری مثلا طلا برات بخره جواهرات بخره نمیدونم ببخشید یه ماشین بخره زیر پات بذاره نمیدونم مثلا برات یک حساب بانکی جدا باز کنه برات اونو نکردیم آره یه ماشین بخره یه خونه ای اجاره خونه بگو مثلا عشقم مثلا من الان خونه رو اونجا چیز کردم میشه توی هزینه کرایه خونم کمک کنی چون تو اینجایی نمیدونم جوی نبودم ببین گوش کن به من گوش کن خانمای لایو گوش کنید من دنیا دیدم به سن کمم نگاه نکنید به طفل بودنم نگاه نکنید من دنیای تجربه من از 6 سالگی دارم تو مترو کار میکنم من کارتون خواب بودم من کودک کارم ببین تو الان خونه تو گذاشتی بالاخره داری کرای خونه میدی بهش بگو عشقم من مثلا الان این پیش شمام دارم بعد نگو بگو من پیش شما هستم میشه مثلا توی اجاره خونم کمکم کنی تا بفهمه تو فردا اومدی رفتی بگی حداقل بگی ببین من الان کبابم میاد خونم میدونی کباب یعنی چی من الان کبابم میاد تو خونم بهترین پسرم میاد ازش یه پولی میگیرم حتی شده $1 حتی شده 1000 تومن حتی شده 100,000 تومن چرا؟ فردا سرم بالاست هر جا اشاره کرد گفت من اینو کردم سرم بالاست میگم پولشو گرفتم کون دادم ببین من بهترین پسر دنیا بیاد خونم ازش یه چیزی میگیرم حتی شده 1000 تومن حتی شده $1 میگم بذار اینجا
چرا فردایی که منو تو خیابون با دوست داشتید بگه من اینو کردم سرم بالاست، به همه میگم پولشو گرفتم کونشو دادم. تو چی؟ تو داری مادری میکنی؟ تو داری مادری میکنی؟ تو داری برای این جای زن هستی؟ نصف کرای خونه اون خونه تو بگیر ازش، بگو با سیاست، بگو عشقم میشه مثلا چیز کنی، میشه مثلا نصف بهم کمک کنی، من میخوام کرای خونم رو بدم. چی تو از رقص زدی الان؟ تو همش خونه دنس هم نمیری. باش نصفشو بگیرم خوبه، سرم بالا میشه. نصفشو حداقل بگیری، ببخشی فردا روز اومدی اصلا تو خودت نخواستی با این پسر ادامه بدی، خودت نخواستی، خب رفتی از اینجا، رفتی حداقل بفهمی که ببخشی من مفت نبودم، براش ضرر نکردم، پولم و حقم رو گرفتم، حق یک زن حقش همینه دیگه. باش. حالا نظر خودت چیه؟ امشب باش حرف میزنم. بذار بیا. آره من شرطم این بود، من از اول گفتم. ببین صاحب، من به شوهرم گفتم، شوهر من توی لایو منو پیدا کرد، خواستگاری کرد. من گفتم ببین تو منو تو لایو میشناسی، من هیچ خط قرمزی تو وجود نداره تو زندگیم، هر اتفاقی تو زندگیم بیافته تو لایف میگم. گفت باشه. گفتم من اگه تو رابطم باشی تو کیس من نیستی، اخلاقت کیسمه ولی جسم و روحت قیافت کیس من نیست، من با یکی دیگه میرم میخوابم، ولی هفته یه بارم بهت لاپایی میدم. گفت مشکلی نداره، خودتو میخوام. گفت اخلاقت رو دوست دارم که خودت هستی. گفت حالا شایدم در آینده بهم علاقه من شدی. گفتم ولی تا زمانی که بهت علاقه من نشدم دخول خبری نیست. همینجوری بهش گفتم، چون من اینجور آدمم، روکم. گفت شاید آریان کنارت باشم بهم علاقه پیدا کنی. گفتم آره علاقه پیدا کردم، آره، ولی تا زمانی که علاقه پیدا نکردم فقط لاپایی، چون من کسی که علاقه نداشته باشم نمیتونم اونشو توی خودم حس کنم که دخول کنه، نمیتونم، دردم میگیره، نمیتونم، باید علاقه داشته باشم. گفت باشه. گفتم زمانی میذارم پردمو بزنی که بهت علاقه داشته باشم. گفت قبول کرد. الانم خدا شکر داریم زندگی میکنیم، علاقه هم که زیاد نشده، هر روز بزنم دارم بیشتر حالم به هم. حالا من اگه که بهش نشستم شب باید صحبت کردم، از امروز به بعد رو بگیرم یا اون کار کرده قبل رو هم که مثلا اون یه سالی هم که مثلا اجاره دادم و اینجا زندگی کردم اونا رو هم باید بگیرم؟ نه دیگه، حالا که تو باید زودتر میومدی تو لایو من خانم عشقم، تو باید زودتر از اینا میومدی. حالا این آره، تو باید اینا رو بگیرش کن از این به بعدش دیگه. باشه الان میسازم. خوبی، خوش اومدی. از این به بعدش رو بگیر. اصلا شب میشم باش حرف میزنم. آره از این به بعدش رو بگیر، اون یک سال رو ولش کن. ولی من تعجب کردم چجوری تو اینجایی، بعد خونت هم اجاره میدی. چقدر اجاره؟ دیگه هست یه مقداری هست. خب به حد میدونم که خیلی بالاست، بالای 1000 دلاره. نزدیک 2000 تا. خب نزدیک 2 بیا دیگه. نزدیک من خب میدونم تو کانادا خونا، ببخشید تو کانادا یک بیسمنت 1000 دلاره. یه زیرزمین 1000 دلاره که اصلا هیچی نداره، فقط راپلر میری پایین برمیگردی بالا 1000 دلاره. باشه. آره از الان شروع کن و یک سال باهاش بودی، خودتو بهش ثابت کردی، رابطتون اوکی شده. عزیزم خوبی به جاش، ساهم جان خواهرانه نصیحتت میکنم، خوبی به جاش. حتی زن و شوهر، پدر مادران ما، حتی بین خواهر و برادرم همیشه این حق بوده. اصلا هیچ چیزی نیست که بگی آره دارم کار اشتباهی میکنم. نه، حق گرفتنیه. بگیر ازش. از این به بعد ماهیانه نصف کرای خونتو بگیر بذار تو حسابت، که فردام رفتی گفتی مثلا این همه کنارش بودم تو خونه خودم نبودم، بگم نصف کرای خونه رو گرفتم. باشه. حالا پس نصف کرای خونه رو داد، خوب حله دیگه، یعنی مرد خوبیه. اگه تو رو دوست داشته باشه و بخواد با تو ادامه بده باید بده، و اگر که دوست نداشته باشه میتونه بهونه بیاره. حالا من از تو سوال میکنم، من که ببخشه شوهرم دیگه الان به یه جا رسیده که یعنی هرچی بگم نمیتونه بگه نه، اینقدر بهم عادت کرده، دوستم داره. تو هم میدونم موجود دوست داشتنی هستی، با شخصیتی، خب اخلاقای خاص خودت داری، اونم عاشقته. بهش بگو
بگیر ازش. باش خدا کنه بده دیگه، حالا اگه نده که چی کار کنم؟ بعد میام یه لایو دیگه ازت دوباره میگم. یه حالا تو برو امتحان کن، اگه نده دوباره یه لایو بیا، من خودم میام شاهد طلاقت میشم. چون به نظر من ببینی چیز سایم بهت بگم، شاید تو بگی با خودت بگی آره مثلا این کانادایی خیلی با شخصیته، نه هیچ مردی خوب نیست، چه کاناداییش چه ایرانیش چه افغانیش چه پاکستانیش چه آمریکاییش، هیچ کدومشو خوب نیستم. حق گرفتنیه، باید از همشون بگیری، فرقی نمیکنه. تموم شد. ببینم بعدا بگیرم. تو میتونی بگیری ازم، نگرفتی بیا من خودم شاهد طلاقتم آنلاین. طلاق آنلاین. والا من شاهدتم. تموم شد. تو بپرس. والا ذهنم انقدر مشغول شده که دیگه اصلا نمیدونم چی بپرسم. من خونه خرابم دیگه، هر کی میاد تو لایو من یا فردا طلاق میگیره یا زنشو طلاق میده یا کلا خراب میشه. منو به دنیا باز کردی آری. یعنی واقعا تو آره، خب چون تو نیاز مالی نداشتی تو زندگیت هیچ و همیشه استقلال مالی داشتی، ولی بهت هم گفتم هر چقدر استقلال مالی داشته باشی اون حقت ربطی به استقلال تو نداره. ببینم میتونم حقمو بگیرم از این مرد یا نه. خب بپرس. الان واقعا میگم اصلا شوک شدم با واقعیت زندگیم رو به رو شدم. نمیدونم چی بپرسم. اینو به قصد داری عمل آخرت هم انجام بدی یا نه؟ من میخواستم عمل کنم که مثلا عمل تغییر جنسیت بدم، ولی شوهرم نذاشت. این همه شرایط گذاشتم برای شوهرم و گفتم اینا همه رو قبول کرد. گفت یه شرایطی من دارم، جون جدت فاطمه زهرا، جون جدت آقا امیرالمومنین. گفتم چیه؟ بگو رسول. گفتش اسم شوهرم رسوله. گفتش که اگر یک روز دست بزنی به خودت من طلاق میگیرم، هیچی هم بهت نمیدم، یه جوری فرار میکنم که سایم هم پیدا نکنی. گفتم چرا؟ چرا دوست نداری عمل کنم؟ گفت من تو رو به خاطر اونت دوست دارم. خب گفتم باش. یعنی به خاطر که مثلا داغی میکنه میگیره دیگه، دستگیرشه. بعضی موقع شبا خوابم میخواد بلند، مثلا من شوهرم کوره، شبا بلند میشه از کیر منو میگیره میره تو دستشویی. شوهرت آب نبات دوست داره. آره آب نبات دوست داره. از دست تو هریم. ولی اگه مثلا با رسول آشنا نمیشدی دوست داشتی که عمل کنی؟ من اگه رسول آشنا نمیشدم 100%. چرا؟ من که خب الان رفتم سینه گذاشتم برای مشتری. خب ببخشید یه کسم میذاشتم که مشتریام بیشتر شه دیگه. من که زمینه‌شو داشتم، من که لاغر بودم. خب این چیه دیگه؟ من الان خودم 50 کیلو ام، کیرم 80 کیلو. 80 کیلو؟ خیلی گنده است بابا، از هر جا میرم میزنه بیرون. آره دیدم تو ریلز. آره از هر جا میزنه بیرون. حتیقم کنم خب تو که چرا کونم یکم گنده بود به خدا؟ این چیه؟ چی گنده کردی؟ نه خوشگله، من دیدم ریلز میبری. فقط یه سوالی که خب دوست داری جواب بده، مثلا هیچ ترنسی به من راستشون نمیگه، شما مثلا که عمل کردی از عملت راضی بودی؟ عملای کانادا چطوره؟ راستشو بخوام بهت بگم، مثلا اگه دوباره به دنیا بیام مثلا احتمال خیلی زیاد مثلا عمل نمی کنم، به خاطر اینکه در نهایت کسی که مثلا تو رو میخواد میدونی به خاطر خودت میخوادت دیگه. ولی چرا میگم عمل نمی کنم؟ من مثلا چند دفعه هم تو لایوهای خودم مثلا گفتم که عمل نمی کردم اگه دوباره به دنیا میومدم، یا مثلا میرفتم پیش یک کس دیگه عمل میکردم. ولی مثلا دلیل اصلی که میگم عمل نمیکنم به خاطر اینه که تو تا آخر عمرت باید قرص بخوری. ببین الان همین عملی که من فردا دارم باید برم انجام بدم،
بخواد عوارض همین قرصایی که خوردم مثلا اینه، مثلا روی گوارشت خیلی تاثیر میذاره، یا مثلا روی چشمت خیلی تاثیر میذاره، مثلا تاثیرای این قرصه است که خیلی منو اذیت میکنه. وگرنه میگم مثلا با جسمم راحتم، خودم خیلی دوست دارم، لباس که میپوشم راحتم، اینجور چیزاش خیلی خوبه. وگرنه مثلا سلامتی رو یه ذره مثلا به چالش میکشه، مثلا همش مریضی چون ایمنیت میاد پایین، مثلا همش سرما میخوری، یا مثلا همش سردرد داری، به خاطر اینجور چیز هست. وگرنه بقیهش اوکیه، یعنی چیزی نیستش که خیلی بخوای مثلا راجبش حرف بزنی. وگرنه مثلا ظاهرن که خیلی خیلی مثلا راضیم، خیلی خوبه، مثلا بینیه دیگه، مثلا تو فکر کن بینی که عمل میکنی خب خیلی خوشگل میشه، ولی در نهایت این قرصه اذیت میکنه دیگه، این قرصه هورمون که میخوای عمرت بخوری اذیتت میکنه. خب چون منم قرص هورمون میخورم، من فقط یه چون خب من هنوز عمل نکردم صاحب جان، من خب چیز میکنم، هورمون تستوسترون تولید میکنم، این باعث شده بود که مثلا من موهای بدن، موهای سرم بریزه موهای بدنم بیشتر شه. بعد رفتم دکتر، گفتم آقای دکتر مثلا من اینجوریه، فعلا قصد عمل ندارم، چون اجازه عمل ندارم، شوهرم اجازه نمیده عمل کنم، چیکار کنم؟ بهم قرص است. اسم قرصش هم که خیلی معروفه، من همه چی رو تلفظم توی فارسی همش اشتباس، نمیتونم اسمشو بگم، سرسن فریسیس کنه چیه اسم قرصه، چیه برای مو میخورن سن فریس چیه، فیناستریده که میخوری، فیناسترای اینا، اینو میخورم. بعد اینم عمریه دیگه، چه فرق داره؟ منظور میگم اگه اون قرصی که تو میخوری عوارض نداره، خب ما هم اینجوری هستیم، ما هم هر روز داریم یه دونه قرص میخوریم دیگه، من هر روز دارم یه قرص میخورم برای موهام، خاطر اون که مثلا میگم اگه تو میگی همیشه آدم باید قرص بخوره که مشکلی نیست دیگه، ما هم هر روز داریم قرص میخوریم به خاطر موهام. اینا مشکلش همونه، ولی اینا بقیه چیزاش خوبه، یعنی خیلی اذیت نمیشه، اذیت نمیشه. لایوم 2 دقیقه مونده، ما الان 3 ساعت تو لایویم، و اینکه تو سال آخر بپرس و بعد بریم دیگه. سال آخر سوالی ندارم، خواستم بگم که خیلی دوستت دارم، لایوات بی نظیره، شخصیتت خیلی فانه، و اینکه خیلی آدم اسمارتی هستی، خیلی آدم باهوشی هستی، یعنی اصلا واقعا بی نهایت من ستایش میکنم این هوش و ذکاوتت، یعنی من فکر میکنم که اصلا یک بازیگر خیلی بی نظیری هستی، فل بداهه یه سری چیزا میای فوری تر، یعنی اصلا این هوشت خیلی بر من ستودنیه، به خاطر همین خیلی دوستت دارم، لایوت هم همیشه نگاه میکنم، اولین بار تو لایوت میام جوین شدم دارم باهات حرف میزنم، ولی همیشه چه با پیج خودم چه با پیج فیکم که من عاشق اینم، خیلی هم میدونی که اینجوری میکنن، ولی هیچ وقت نتونستم یاد بگیرم، یک مثلا تو رو الان دیدم برای الان میکنم دیگه سریع میرم، ولی خیلی عاشق اینم که همیشه اینجوری اینجوری کنم ولی نمیتونم، خیلی دوست دارم. این یعنی چی واقعا؟ خیلی خیلی دیدم، ولی اونایی که اینجوری میکنن واقعا خودشونن، چون این مال خودشون، ولی من هر کاری کردم نتونستم. الان تو اینجوری کردی، تو 2 دقیقه تو یادمه، 2 بار برای خودم میکنم تو خونه، بعد دیگه فردا از ذهنم رفته. آره تایید داغتم که بی‌نظیر برنامه هاش، و اینکه خیلی همه شعالی و خیلی دوستت دارم. ممنونم، زنده باشی حتما، مرسی که اومدی بالا، مرسی صحبتهای قشنگی کردیم، و ازت خواهش میکنم حق تو بگیر، چون حق گرفتنیه عشقم، تو موجود بسیار زیبایی هستی، با ارزشی، با شخصیتی، بچه ها میگن تو لایو میگن چون تو رو نمیشناسن، شاید بگن قیافه میگیری سردی یخی، ولی نه، بسیار همینه، همش تو زندگی شخصیش هم واقعیش هم همینه، گرمه، با شخصیت آرومه، شیطون آرومه، آرومه، مثلا هر کی آروم باشه آدم ها فکر میکنن که این مثلا قیافه میگیره، مغرور، یخه، نه، عشقم فرق میکنه آدم، ایشون آرومه ولی با شخصیت و مهربونن و خودشونن و همیشه تو زندگیش خودش بوده، من هیچ چیزی تالا ازش ندیدم که بگم این فیکه، نه، همیشه خودش بوده. عشق منی آریان، مرسی عزیزم، بازم ممنون که مرسی، زنده باشید بچه، تا یه لایو دیگه همتونو به الله پاک میسپاریم، خدا نگهدار، یا علی. خدا.